سلام به کانال همگام با ورزش خوش آمدید. در فرانسه معتقدند فوتبال فرانسه نبرد برای حفظ کیلیان امباپه را برای آل مادرید باخته است. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال اسپانیا درخواست باشگاه بارسا برای بخشش محرومیت ویتور روکی را رد کرد. در همین حال بارسا قصد دارد با بهتر کردن شرایط قرارداد فورد و کورباسی آنها را از تیم‌های لیگ برتری کاملا دور کند. بر اساس گزارش‌ها پاریس سن ژرمن برای جایگزینی کیلیان امباپه با سراغ مارکوس راشفورد خواهد رفت. سرج امریت کلیف قصد دارد و ملی دیگر از اولترافورد بسازد و برای مدرن کردن خانه منچستر یونایتد دو گزینه روی میز دارد. فیفا در گزارش به جام جهانی فوتسال و اطلاعات مورد نیاز برای این رقابت‌ها پرداخته است. وبسایت دا آنالایز پیش از دیدار ایران قطر نگاه فنی به نقاط قوت دو تیم داشته و راهکارهای مربیان برای این جدال را مورد بررسی قرار داده است که مرور روی آن داریم. قبل از اینکه بریم به ادامه گزارش، کانال را سابسکرایب کنید، ویدیو را لایک کنید، با دوستانتان شریک سازید و همچنین کامنت های مقبول خود را زیر همین ویدیو بگذارید. رسانه ها، روزنامه نگاران و چهره های سرشناس فوتبال فرانسه می گویند که امباپه فصل آینده برای ریال مادرید بازی خواهد کرد. برخی البته محتاط‌تر هستند، اما اکثریت می گویند که امباپه با پاریس سن ژرمن تمدید نخواهد کرد و این فصل پایان کار او در پاریس است. امروز روزنامه اکیپ نوشت: واقعیت این است که پی‌جی حاشیه مالی زیاد ندارد. لوئیس کامپوس مدیر فنی در هفته‌های اخیر بارها و بارها به همکارانش اشاره کرده است که معضل بازی جوانمردانه مالی صحت دارد و اگر امباپه در نهایت پاریس را ترک کند که در حال حاضر به نظر می‌رسد این اتفاق را خواهد داد، در پارک دو پرنس مجبور خواهند شد ضربه سخت در بازار نقل انتقالات وارد کنند تا به هواداران خود اطمینان دهند که در رقابت برای جذب ستاره‌های بزرگ باقی مانده‌اند. باشگاه به هیچ وجه نمی‌تواند این تصور را ایجاد کند که جاه‌طلبی خود را از دست داده است. لو پاریزیان هم نوشته است: بزرگترین ستاره فوتبال فرانسه فصل آینده به بزرگترین باشگاه جهان یعنی ریال مادرید خواهد پیوست. در همین حال خوشبینی در اسپانیا حاکم است و در پشت صحنه روی بزرگترین قرارداد تاریخ ریال مادرید در حال مذاکره اند. امباپه تصمیم گرفته است در پایان فصل لیگ یک را ترک کند و به جایی برود که همیشه میخواست برود. با گذشت 3 روز از انتشار خبر تصمیم نهایی امباپه باید اعتراف کرد که فوتبال فرانسه در این نبرد شکست خورده است. پاریس سن ژرمن در حال تهیه لیست برای جانشینان کیلیان امباپه است. گزارش ها در فرانسه حاکی از آن است که این بازیکن تصمیم دارد در پایان فصل پس از پایان قراردادش با پی ای جی به ریال مادرید بپیوندد. لوئیس بلانکوس ظاهرا مطمئن است که میتواند این معامله را انجام دهد و امباپه نیز آماده کاهش دستمزد 62 میلیون پوندی سالانه خود است. پاریس سن ژرمن به خوبی میداند که در خطر از دست دادن ستاره خود قرار دارد و فهرست از کسانی که میتوانند جانشین او شوند تهیه کرده است. یک گزارشگر سرشناس ادعا میکند که انتقال راشفورد را نمیتوان رد کرد. مدت است که مهاجم منچستر یونایتد مورد توجه پاریسی هاست. او حتی قبل از امضای قرارداد جدیدش با یونایتد در سال گذشته با باشگاه مذاکره کرده بود. با این حال مذاکره بر سر انتقال راشفورد به پاریس سن ژرمن ممکن است دوباره آغاز شود، مشروط به این که خودش مشتاق این انتقال باشد. اگر راشفورد به این اتفاق تمایل نداشته باشد، پاریسی ها وقت خود را برای تعقیب اون تلف نخواهند کرد و به دنبال ستاره های دیگری خواهند رفت. نشریه سان هفته گذشته گزارش داد که انتظار نمی‌رود پاریس سن ژرمن دوباره به سراغ راشفورد برود، زیرا ویکتور اوسیمن را هدف قرار داده است. مهاجم ناپولی همچنین مورد توجه آرسنال و چلسی نیز قرار گرفته است، اما فعلا همه چیز بر راشفورد بستگی دارد و باید صبر کرد و دید که آیا او قصد ترک یونایتد را دارد یا خیر. این بازیکن 26 ساله در این فصل برای روی فرم آمدن با مشکل مواجه شده و در 28 بازی تنها 5 گل به ثمر رساند. گزارش های زیاد از مشکلات او در خارج از زمین نیز منتشر شد که باعث عصبانیت سران اولترافورد شده است. سر جمرت کلیف میخواهد خانه منچستر یونایتد را به ویمبلی شمال تبدیل کند. یکی از بزرگترین وظایفی که مالک جدید منچستر یونایتد با آن روبرو است، تغییر دادن شکل و شمایل اولترافورد است. استادیوم معروف 114 ساله که بزرگترین ورزشگاه فوتبال باشگاه بریتانیا است، با سقفی که نشست میکند، فلزی های زنگ زده و در و دیوار کهنه و از مد افتاده، ده سال از استادیوم های بزرگ رقبای یونایتد عقب تر است. رتکلیف وعده داده بود که 237 میلیون پوند از سرمایه گذاری 1.3 میلیارد پوندی اش در یونایتد به استادیوم اختصاص داده شود. آنها این گزینه را در اختیار دارند که اولترافورد 74000 نفری را بازسازی کرده و با هزینه ای در حدود 800 میلیون پوند گسترش دهند. اما گزینه هیجان انگیزتر و بسیار گرانتر این است که یک استادیوم کاملا جدید برای یونایتد ساخته شود. رتکلیف نمیخواهد یونایتد را جابجا کند و به همین دلیل زمین های اطراف اولترافورد را برای محل ساخت و ساز جدید در نظر گرفته است. یعنی در واقع استادیوم بین خطوط راه آهن که از کنار زمین فعلی و کانال بریج واتر مگذرد قرار میگیرد. رتکلیف امیدوار است استادیوم بسازد که بتواند رقیب استادیوم ملی فوتبال 90000 نفری ویمبلی باشد. این استادیوم نمادین در شمال غربی لندن برجسته‌ترین استادیوم این کشور است که میزبان تمام فینال های جام های مهم و بازی های بین المللی انگلیس است. همچنین صحنه فینال یورو 2020 بود و جون امسال سومین فینال لیگ قهرمانان اروپا در 13 سال گذشته را برگزار خواهد کرد. ویمبلی برای رویدادهای مختلف دیگر نیز استفاده می شود، از جمله بوکس، NFL و کنسرت های بزرگ برای برخی از بزرگترین هنرمندان جهان.
رتکلیف میخواهد چیز مشابه را در زادگاهش منچستر داشته باشد و حتی ممکن است تلاش کند و با دولت بریتانیا لابی کند تا با بودجه استادیوم جدید 2 میلیارد پوندی کمک کند. منچستر سیتی، آرسنال و تاتنهام همگی از استادیوم‌های جدید و چشمگیر خود بهره زیاد بردند، به طوری که خانه اسپرز به عنوان بهترین ورزشگاه مدرن در کشور شناخته می‌شود. لیورپول تصمیم گرفت در آنفیلد بماند، اما با ساخت جایگاه‌های جدید پیشرفت زیاد کرد، در حالی که چلسی همچنان مشتاق مدرن کردن استنفورد بریج یا ساختن یک زمین جدید است. وست هام در سال 2016 با ورزشگاه المپیک سابق نقل مکان کرد، در حالی که فصل 2024-2025 آخرین فصل اورتون در گودیسون پارک خواهد بود و آنها به برامبلی داک خواهند رفت. ازبکستان به عنوان میزبان دهمین دوره مسابقات جام جهانی فوتسال معرفی شد. این دوره از بازی‌ها از 14 سپتامبر تا 6 اکتبر 2024 برگزار می‌شود و 24 تیم در آن حضور خواهند داشت. جام جهانی فوتسال یکی از رویدادهایی است که قرار است در سال جاری میلادی برگزار شود و به همین خاطر فیفا به برگزاری این رقابت‌ها در کشور ازبکستان پرداخته است. جام جهانی فوتسال بین 14 سپتامبر و 6 اکتبر 2024 در ازبکستان برگزار می شود. آرژانتین، برازیل، فرانسه، قزاقستان، نیوزلند، پرتغال، اسپانیا، اوکراین و ازبکستان تیم های صعود کرده تا کنون هستند. سهمیه های باقی مانده: کنفدراسیون فوتبال آسیا 4 تیم، کنفدراسیون فوتبال آفریقا 3 تیم، کنکاکاف 4 تیم، آمریکای جنوبی 4 تیم، یوفا 2 تیم. بازی های انتخابی باقی مانده: فوتسال جام ملت‌های آسیا تاریخ 17 تا 28 اپریل 2024 محل برگزاری نامشخص است. فوتسال جام ملت‌های آفریقا تاریخ مشخص نیست، محل برگزاری موزامبیک. قهرمانی فوتسال کنکاکاف تاریخ 13 تا 20 اپریل 2024 محل برگزاری مونوگوئه نیکاراگوئه. فوتسال کوپا آمریکا تاریخ 2 تا 10 فوریه 2024 محل برگزاری پاراگوئه. پلی‌آف یوفا تاریخ 8 تا 7 اپریل 2024 محل برگزاری مختلف. تیم های واجد شرایط صعود: کرواسی، فنلند، هلند و لهستان. فرمت برگزاری جام جهانی ازبکستان 2024: 24 کشور در 6 گروه چهارتمی قرار خواهند گرفت. دو تیم برتر هر گروه به همراه 4 تیم برتر رتبه های سوم به مرحله حذفی راه خواهند یافت. پس از آن مرحله 1/8، 1/4، نیمه نهایی، رده بندی و فینال برگزار می شود. قهرمانان جام جهانی فوتسال تا 2021: 1989 برازیل، 1992 برازیل، 1996 برازیل، 2000 اسپانیا، 2004 اسپانیا، 2008 برازیل، 2012 برازیل، 2016 آرژانتین، 2021 پرتغال. برندگان توپ طلا: 1989 ویکتور هارمنز هالند، 1992 جورجینیو برازیل، 1996 مانویل توبیاس برازیل، 2000 مانویل توبیاس برازیل، 2004 فالکاو برازیل، 2008 فالکاو برازیل، 2012 نتو برازیل، 2016 فرناندو ویلهام آرژانتین، 2021 ریکاردینیو پرتغال. سپاسگزارم از همراهیتان. در پناه خداوند بزرگ باشید.